در آخرین ماده پیشنویس لایحه هدفمند کردن یارانه ها در طرح تحول اقتصادی که در مهر ماه سال جاری از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شد، پیش بینی شده است که الزام افزایش دستمزد کارکنان دولتی موضوع ماده 41 قانون کار از سال 1388 متوقف شود. در توضیح این مطلب، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده که در طرح تحول اقتصادی به جای تعیین حداقل دستمزد از یارانه‌های مستقیم پرداختی بر اساس میزان درآمد استفاده شود. با این حال، وزیر کار تأکید کرده که دولت و مجلس منافع کارگران و کارمندان را در این طرح در نظر خواهند گرفت. اما پیشنهاد حذف حداقل دستمزد در طرح تحول اقتصادی با واکنش جامعه کارگری ایران مواجه شده است. علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیر کل خانه کارگر در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به قدمت 60 ساله تعیین حداقل دستمزد هشدار داده که تصویب این طرح عواقب بسیار خطرناکتری از واکنش بازاریان نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران آزاد ایران نیز در گفتگو با صدای آمریکا از مخالفت جامعه کارگری با این طرح خبر می‌دهد. ببینید، افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم هر ساله که در ماده 41 قانون کار متولد بره، واقعیتش رو بخواید خود به مرور باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده، به طوری که در حال حاضر حداقل دستمزد امسال 219600 تومان حتی در دورافتادترین استان‌های کشور به ویژه مناطق استان‌ها پاسخگوی اجاره‌های منزلی کارگران نیز نبوده. واقعیت شو بخواهی همین امسال، اما با توجه به پیشروی جنبش کارگری به احتمال قدرتمند شدن این جنبش که میتونه دستمزد بیشتری رو با نحوه فعلی تعیین دستمزد برای کارگران رقم بزنه و حتی از این قانون هم برای به کرسی نشوندن خواسته کارگران عبور بکنه، در مقابل این پیشروی اینا دارن این طرح رو میارن تا قادر بشن به لحاظ قانون ریشه قیچی رو تمام و کمال و مطلقاً در مسئله تعیین دستمزد در دست دولت و کارفرماها متمرکز کنن. یعنی در واقع میخوان دولت رو میدوندار اصلی تعیین دستمزد قرار بدن و بدون تردید به نظر من با عکس‌العمل‌های شدید کارگران مواجه خواهد شد. آقای عظیم‌زاده، دولت جایگزین این تعیین حداقل دستمزد این یارانه‌های مستقیم پرداختی رو مد نظر داره. به نظر شما این یارانه‌های مستقیم پرداختی نمیتونه جایگزین تعیین حداقل دستمزد بشه؟ به هیچ عنوان نمیتونه بشه. در واقع ببین، اینا دارن همونطور که گفتم میخوان ریشه قیچی رو تمام کمال در دست دولت قرار بدن. درسته تو اون یارانه پرداخت میکنن، ولی اون موقع دیگه هر چیزی که خودشون دلشون خواست، یعنی کارگر در تعیین دستمزد هیچ نقشی در واقع نداره. جعفر عظیم‌زاده در خصوص توجیهی که درباره توقف ماده 41 قانون کار مطرح است میگوید که عده‌ای معتقدند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم میشود، اما وی ضمن انتقاد از این نظریه میگوید حدود 200 سال از عمر نظام‌های سرمایه‌داری تو دنیا می‌گذره. من یه سوال دارم، در کدوم یک از بحران‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده بعد از بحران کارشناسان و اقتصاددانان خود سرمایه‌داری اعلام کردن که مثلا دلیل بحران تورم در جامعه افزایش دستمزد کارگران بوده؟ شما یک نمونه اینجوری حتی نمی‌تونید به اصطلاح بعد از بحران از زبان کارشناسان اقتصادی بشنوید. دستمزد کارگر یعنی میزان بهره‌مندی وی از تولید ثروت در جامعه، میزان بهره‌مندیش از مواهب زندگی از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، نوشاک، بهداشت و غیره. به این معنا باید گفت به نظر من هر چه دستمزد کارگر بالاتر باشه از مواهب زندگی بیشتر بهتری برخوردار میشه، و این یعنی کم شدن تنفروشی زنان در جامعه، کم شدن قاچاق مواد مخدر، پدیده کودکان کار، اعتیاد و ده ها و صدها موزل دیگه که واقعا دو نشان انسانه. حالا سوال من اینه، آیا کم شدن این پدیده‌های ضد انسانی در جامعه که با میزان دستمزد کارگر، رفاه کارگر رابطه مستقیمی داره باعث تورم میشه یا باعث شکوفایی اقتصادی یک جامعه؟ با این حال، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده که تعیین حداقل دستمزد طبق قانون کار در سال جاری نیز همانند سالهای گذشته با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انجام خواهد شد.